ساخت خبرها. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست. در اجباری شدن ماسک در ایران در پی اوج گرفتن آمار کرونا، 9 استان در وضعیت قرمز و 9 استان در وضعیت هشدار. فایل صوتی یک مقام ایرانی درباره هواپیمای ساقط شده اوکراینی. یک مسئول سازمان هواپیمایی کشوری گفته آسمان تهران باز ماند تا حملات موشک سپاه لو نرود. فعلا وصله کردیم پیشتر گفتیم سر گردای خود همی را تحمل کردیم به خاطر مصلحت جمعیت. کشمکش بر سر رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان. رئیس اجرایی حزب میگوید صلاح الدین ربانی به جای 2 ماه 9 سال سرپرست حزب بود. و موزه‌گردی با خودرو. علاقه‌مندان به ون گوگ با ماشین از آثارش دیدار می‌کنند. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری 4 ژوئیه برابر با 14 تیر. من پریزاده نوبخت هستم. از فردا زدن ماسک در مکانهای سربسته در ایران اجباری می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری گفته کارمندان دولتی که ماسک نزنند غیبت می خورند. سخنگوی وزارت بهداشت هم گفته 9 استان در وضعیت قرمز و 9 استان دیگر در حالت هشدار قرار دارند. در شبانه روز گذشته به گفته وزارت بهداشت حدود 2500 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 148 بیمار هم جانشان را از دست دادند. کاوه مشکات گزارش می دهد. زدن ماسک در مکان‌های سرپوشیده ایران اجباری شده، حتی در استودیوی خبر صدا و سیمای ایران. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی می‌خوایم ما وارد بشیم، الزامی است که از ماسک استفاده کنیم. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست در همه اون جاهایی که ما گفتیم ماسک الزامی است. رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت حتی تهدید کرده اگر کارمندی در اداره های دولتی ماسک نداشت باید به خانه برگردد و غیبت هم می‌خورد. اگر یک کارمندی میاد توی اداره ای که شلوغ هست باید غایب بزنن اگه بدون ماسک میاد. او حضور و بعدم باید برش گردونن. ما لااقل نسبت به ادارات دولتی، جاهایی که به هر حال مال خود دولته یا شبه دولته، مثل بانک ها، مثل شهرداری ها، اینا رو باید الزام کنیم و قدم به قدم بیاییم جلو. اینجا خدمات الزام بشه. آروم، نفستون نگیره. تعداد مبتلایان به کرونا پس از برداشتن قرنطینه در ایران دوباره بیشتر شده. دولت میگوید مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند و همین باعث شده کرونا دوباره برگردد. در خیابان و کوچه مردم یکی در میان ماسک زدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید در جایی که مردم نمیتوانند حداقل 1 متر با هم فاصله داشته باشند باید از ماسک استفاده کنند. برای چیه؟ آقا شما جمعیت الان به نظر خودت با ماسک فایده داری اومدی تو این متر؟ حداقل دیگه. حداقل. خب حداقلش همینه دیگه. معلوم نیست دولت چطور میخواهد استفاده از ماسک را در جاهای شلوغی مثل مترو کنترل کنند. ولی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از دادستان‌ها و ضابطان قضایی خواسته به دولت کمک کنند. روز به روز به تعداد استان‌های قرمز و استان‌های در وضعیت هشدار اضافه می‌شود. در شبانه روز گذشته هم به گفته وزارت بهداشت ایران حدود 2500 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی تعداد بیماران شناسایی شده 2449 نفر هستند. استانهایی که در وضعیت قرمز هستند استان خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر و ایلام هستند. استانهایی که در وضعیت هشدار هستند تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان. در فوتبال ایران هم اوضاع کرونا بحرانی است.
امروز آزمایش کرونا 8 نفر از بازیکنان و کادر تیم استقلال مثبت اعلام شد. تمرین امروز آبی‌های تهران هم لغو شده. تیمی که قرار بود فردا با پارس جنوبی جم بازی کند. اوضاع باشگاه فولاد خوزستان بدتر است. مدیر عامل باشگاه امروز گفته تست کرونا 16 بازیکن و کادر این تیم هم مثبت شده. تیمی که هفته گذشته میزبان استقلال در اهواز بود و در یک بازی جنجالی 2-1 استقلال را برد. هنوز معلوم نیست که لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ابتلای این تعداد از بازیکنان ادامه پیدا کند یا نه. ولی سرپرست فدراسیون فوتبال ایران میگوید پروتکل‌های بهداشتی اجرا می‌شود. دولت ایران یک ماه پیش محدودیت‌های مربوط به کرونا را برداشت. ولی آمار ابتلا به کرونا دوباره سیر صعودی داشته و مشخص نیست اجباری کردن ماسک در مکانهای عمومی به تنهایی چقدر میتواند به پایین آمدن ابتلا به کرونا کمک کند. کاوه مشکات، بی بی سی. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک اجتماعی از واشنگتن با ما هستند. آقای عطاری، به نظر میاد که در ایران موج دوم کرونا رو شاهدش هستیم. آمار رو به افزایش در این شرایط اجباری کردن ماسک چقدر میتونه کمک کنه به تنهایی؟ خب من خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از ماها مقاومت آقای روحانی تسلیم نظر کارشناسان شد و اعلام کردن که ماسک باید اجباری بشه. ماسک حداقل مراقبتی هست که افراد میتونن از انتشار بیماری بکنن و جلوگیری از ابتلا. بیشتر مؤثر هست در افرادی که مبتلا هستن و خودشون اطلاع ندارن. وقتی ماسک میزنن حداقل از انتشار ویروس تا حدی جلوگیری میکنن. این کار باید خیلی خیلی زودتر و ماها قبل انجام میشد، اما بالاخره با تاخیر هم این جای بسیار خوشبختی است. ماسک زدن باید یک اجبار در جامعه باشه. کمپین من ماسک میزنم خب کار خوبی هست، اما باید بدونیم که من باید ماسک بزنم. این دیگه اختیار نیست که من ماسک بزنم یا نه، باید ماسک بزنیم برای احترام به سلامت جامعه و نگاه افراد و نگاه جامعه به فردی که ماسک نداره یا رعایت پروتکل ها رو نمی کنه یا رعایت اون فواصل اجتماعی و مراقبت ها رو نمی کنه. باید یک نگاه به مجرم باشه، یعنی اون باید فرد احساس کنه که داره گناهی رو مرتکب میشه، گناه اجتماعی و خطای اجتماعی. وقتی این نگاه در جامعه شکل بگیره، کم کم افراد چه از لحاظ ذهنی و روحی و چه مراقبت‌های انتظامی و قضایی مجبور میشن که ماسک بزنن و این حداقلی هست که کمک میکنه به این که تا یه حدی از انتشار ویروس در واقع جلوگیری بشه. اثرات این امروز و فردا مشخص نخواهد شد، باید 2 تا 3 دوره 14 روزه در واقع صبر بکنیم و بعد میبینیم که به تدریج این اثراتش رو نشون خواهد داد و آمار کاهش پیدا خواهد کرد. آقای کاظمی، این مقاومتی که برای استفاده از ماسک وجود داره در بین مردم، آیا این مسئله فقط مختص ایرانه و اینکه اصلا ماسک زدن رو چطور میشه کنترل کرد؟ مقاومت همه جا وجود داره. در واقع نمیشه گفت مقاومت، یک تنبلی و اهمال کاری هست در اجرای این پروتکل ها یا زدن ماسک. و افراد بیشتر نه به دلیل مقاومت یا مقابله با این، حتی کسانی که ماسک نمیزنن هم درصد بسیار زیادشون خودشون باور دارن که باید ماسک بزنن، اما میگم روی تنبلی و اهمال کاری هست و عدم در واقع توجه و احترام به بقیه است که این افراد ماسک نمیزنن. ولی در مجموع این میتونه بسیار مؤثر باشه و در جاهای دیگه هم همین موضوع هست. وقتی که در واقع اون فشارهای اجتماعی و نگاه‌های منفی اجتماعی به این گونه افراد بیشتر بشه و از طرفی خود دولت‌ها هم مراقبت‌هاشون رو بیشتر بکنن و اجبار قانونی و الزام قانونی برای زدن ماسک باشه، به تدریج باعث خواهد شد که مردم همه رعایت بکنن و آمار رو به کاهش پیدا بکنه. کاری که امروز انجام دادن و قرار هست که اجباری بشه، این بسیار مؤثر است، به شرط اینکه این ظرف یکی، یعنی در مدت 1-2 روز نباشه و بعد از 1-2 روز این کنترل ها کاهش پیدا نکنه. باید سفت و سخت در مقابل این وایستاد و در واقع مجبور کرد افراد رو که در محیط های بسته از ماسک استفاده بکنه. متشکرم از توضیحاتتون دکتر محمد کاظم عطاری.
وزارت صحت عامه افغانستان از شناسایی حدود 350 مورد جدید ابتلا به کرونا و مرگ 7 نفر در اثر ابتلای به این بیماری در شبان روز گذشته خبر داده. بر اساس آمار رسمی تاکنون تعداد کل جانباختگان در افغانستان به 826 نفر رسیده و بیش از 32,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا تاکنون شناسایی شدند. شبکه سی بی سی کانادا میگوید به یک فایل صوتی دست یافته که در آن یک مقام ارشد سازمان هواپیمای کشوری ایران درباره شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین توضیحاتی میده. این شبکه گفته در این فایل صدای حسن رضایی‌فر مدیر کل بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی شنیده میشه که میگوید در زمان وقوع حادثه آسمان تهران مسدود نشده تا نقشه حملات موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکا در عراق برملا نشود. هواپیمای مسافربری اوکراین حدود 6 ماه پیش با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران ایران ساقط شد و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. جزئیات بیشتر را از شهناز مرتب پرسیدم که عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های بازماندگان پرواز اوکراین از فرانکفورت این فایل صوتی را شنید. این فایل صوتی که خب یه طولانی 91 دقیقه است در اختیار شبکه خبری سی بی سی کانادا قرار گرفته، قرار به طور کامل این فایل صوتی پخش بشه و من وارد جزئیاتش اگه اجازه بدین نمیشم، چون از نظر حقوقی این اجازه را ندارم، ولی فقط میتونم به کوتاه اشاره بکنم به چیزهایی که تو این فایل هست و صحبتهایی که الان شما بهش اشاره کردین که هست. این توضیح میده آقای رضایی‌فر و همین مسئله که ایشون توضیح میدن در اون فایل صوتی نشون میده که ایران و خود شرکت سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی و خود سپاه پاسداران از جزئیات این حمله با خبر بودند و در واقع نبستن حریم هوایی ایران در زمان وقوع این پرواز کاملا عمدی بوده و این برمیگرده به اینکه اگه این مسئله ثابت بشه و برمیگرد به عنوان یک جنایت جنگی به حساب میاد از نظر حقوقی از نظر قضایی. شما خانم مرتبا بقیه اعضای خانواده های بازماندگان در تماس هستیم، واکنش اونها به این فایل و این خبر چه بوده؟ خب واکنش خانواده ها همونطوری که همه نه فقط در ایران بلکه در خارج از ایران هم همه مردم دیدن این رو که از روزای اولا خود جمهوری اسلامی سعی کرد با دروغ، با افترا و با دروغ گفتن در مقابل چشم میلیون ها نفر این مسئله رو هاشا کرد، این مسئله رو به عنوان یک نقص فنی اعلام کرد، ولی بعدش هم خیلی معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، ولی در مورد جمهوری اسلامی صادق خیلی وقیحانه اومدن در مقابل چشم خانواده ها، در مقابل چشم مردم دنیا اعلام کردن که خودشون زدن این رو، چون هیچ راه دیگه ای هم نداشتن، به این دلیل که مدارک زیادی هم اتفاقا در اومد، فیلم های مستندی که شلیک این هواپیما رو شلیک این موشک ها رو به هواپیما نشون میداد و هیچ جای انکاری برای جمهوری اسلامی باقی نذاشت که بیان اعتراف بکنن و طبیعیه که این عکس العمل ها از طرف خانواده ها عکس العمل های خیلی خیلی واقعا دردناکیه، به این دلیل که همیشه خانواده ها میگه، من خودم به عنوان یکی از بازماندگان این خانواده ها میگم، اگه این هواپیما اگه فقط سقوط بود، اگه تصادف بود، اگه به هر دلیل دیگه این هواپیما سقوط میکرد، به این اندازه که با شلیک دو تا موشک جنگی این عزیزان از بین برن دردناک نبود و طبیعی عکس العمل خانواده ها کاملا بر حقه که ناراحتن، به شدت ناراحتن، به شدت خشمگینن و خواهان این هستیم ما که این مسئله و این رو بگم، من جمهوری اسلامی به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، این پرونده باید در یک دادگاه و یک تحت خانم مرتب مثلا میخوام شما رو قطع میکنم، اگر میشه خیلی کوتاه بگین آیا خانواده های بازماندگان پرواز آیا تحت فشار قرار گرفتن توسط مقام های ایران؟ بله، از همون روزای اول تحت فشار قرار گرفتن، به این عنوان دیدیم دیگه، حتی اجازه اینکه خانواده ها آزاد بتونن مراسمایی برای عزیزانشون بگیرن، اینکه بتونن حتی با اونا خداحافظی بکنن، اینکه خودشون این رو بچه‌هاشون رو تحویل بگیرن، این اجازه رو متأسفانه جمهوری اسلامی نداد به خانواده ها و کسی هم نمیدونه تو این صندوقایی که درست کرده بودن اصلا چی بود و به همین دلیل خانواده
دارم از همون موقع خانواده‌ای که اعتراض کردن تحت فشار قرار دادن و این فشارها و این در واقع تهدیدها همچنان ادامه داره برای خانواده‌ها و این کاملا مشخصه. خانواده‌ها تحت فشارن، اذیت و آزار، تهدید، و به همین دلیل ما سر اینو اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره. توضیحات شهناز مرتب را شنیدید از خانواده بازماندگان پرواز اوکراینی. نگاهی کنیم دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی شیوع دوباره کرونا، ماسک در ایران اجباری شده. وزارت بهداشت میگوید 9 استان در وضعیت قرمز و 9 استان در وضعیت هشدار هستند. یک مسئول سازمان هواپیمایی کشوری در فایلی صوتی که تازه منتشر شده گفته آسمان تهران در زمان شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین باز ماند تا حملات موشک سپاه لو نرود. در ادامه این برنامه. و تماشای آثار ون گوگ در خودرو. به دنبال اعلام برکناری صلاح الدین ربانی از رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب گفته شورای رهبری جمعیت اسلامی 9 سال آقای ربانی را به گفته او تحمل کرده، در حالی که قرار بوده او فقط 2 ماه سرپرست حزب باشد. 3 روز پیش عده‌ای از اعضای شورای رهبری حزب اعلام کردند که آقای ربانی از رهبری برکنار شده. آقای ربانی این اقدام را توطئه درون حزبی خوانده. عطا محمد نور در مصاحبه با علی حسینی خبرنگار بی بی سی از دلایل برکناری آقای ربانی گفته. یک، جمعیت اساس و بنیادش که گذاشته شده مخالف میراثی شدن قدرت است. به هر حال خود شما تعیین کرده بودین، ولی برای 2 ماه تعیین کرده. ولی موافقتم کردین برای 9 سال دیگر. 9 سال حوصله کردیم، پیشتر گفتیم سر گردای خود همین را تحمل کردیم به خاطر مصلحت جمعیت. جمعیت از اساس خلاف باشه. آقای نور الان به کجا رسیدین که دیگه حوصله نمیخوایم کنیم؟ من میگم بهتون، یک شما رو میکنم، جمعیت مخالف میراثی شدن قدرت است. یک، من سند دارم از اعضای رهبری، یعنی ما اعضای رهبری اصلی که میگیم 6 نفر که زنده هستیم، 9 نفری ما خدا بباشه فوت کرده، ما 6 نفر تصمیم گرفتیم که صلاح الدین خان سرپرست شود. حال امی 6 نفر، من فیام از یاخان 5 ما موجود بوده داشتیم، به شمول 75% اعضای شورای رهبری مقعد. اینا ای تصمیم گرفتن که 2 ماه تکمیل شده، 9 سال تمیل کردن، بس از کنگره باید دایید شد. دلیل بعدی؟ 3، در 9 سال یک جمعیت بخیزد بلند شد، بگوید که صلاح الدین خان ربانی منیس رئیس مقعد جمعیت، اینی خدمت شاهانه به جمعیت کرده. یعنی شما میگین که هیچ خدمتی نکرده، هیچ چیزی نکرده. آقای نور میگین که هیچ کاری نکرده، در عین حالی که شما در این 9 سال رئیس اجرایی حزب هم بودین. رئیس اجرایی حزب شکایت داره به خاطر که قدرت حزبی را یک یزنه و یک خسروبره وزیتر عامیانه بگویم که در این سال را خود گرفتن. عامیانه بگویم که جمعیت دنجه به خود زدن، زنجیره کمکش کرده، نه کسی ریدن میمونه، نه کسی را کار کردن میمونه، نه خودشان کار میکنه. آقای نور، آیا راه دیگری مانده که شما بشینید دوباره با آقای ربانی و این مشکل که ایجاد شده حل شود به نحوی؟ فکر میکنم که اصلاح جمعیت، انسجام جمعیت، کسایی که آزرده هستن جمعیت، همیشان در یک محور جمع شوند و کنگره دایر شوند، راه حل همی است. ما نمیتونیم که صلاح الدین خان را رد بکنیم، ما نمیتونیم که صلاح الدین خان را عضویتش را به تعلیق بیاریم، نمیخواهیم. ما برای حق میتونیم که در کنگره برای اشتراک کنه و هم خود کاندید بکنه. آقای نور، بعضی از نزدیکان آقای ربانی حالا که ما باشون صحبت کردم به این نظر هستن که یک بخش چیزی که شما بیان میکنید بوی حکومتی و ارگ را میته. این شورای امنیت و ارگ گیرم که دمی دست داشته باشه. چی است نفش در اینجا؟ بگویا که بیام تا شما وزارت میتم، این نفش است؟ به هر حال یک اپوزیسیون، یک حزب کلانی که قرار بود اپوزیسیون شوره از پیش را برداشته با استفاده از شما. در شرایطی که افغانستان با وحدت ملی نیاز داره، امریکا معامله خود با طالبان کرده، صلح به زور به رضا یا میاره یا جنگ نحوی دیگر تغییر میخوره یا بیرخسیا میشه یا این یا آن، و ما در یک وضعیت قرار داریم که منافع ملی خود را در نظر بگیریم، از این وضعیت بیرون شویم، به اتحاد و انسجام و اجماع ملی و توحید فکری نیاز داریم. ما در این طور وقت چطور خود منطقا خود قناعت بدیم که بریم در تقابل؟
ما جمعیت به نفعش نمیدونیم که برای به تقابل در انزوا. و آینده جمعیت چه میبینین آقای نور با توجه به وضعیتی که اومده؟ آیا موافق هستین با کلمه انشعاب؟ انشعابی که یک بدنه و پارچه های بزرگی از جمعیت جدا شده و نه، به خاطر اینکه پارچه های بزرگ جمعیت یک جای است. در ایران یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از گفتگوهای تهران و پکن بر سر سند همکاری 25 ساله دفاع کرده. علی آقا محمدی که از مشاوران رهبر ایران هم هست گفته چین مشتری راهبردی ایران است و سند همکاری 25 ساله تمام حوزه‌های مورد نیاز اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، از جمله حوزه نفت و گاز، تکنولوژی و حوزه‌های دانشگاهی. آقا محمدی همینطور گفته که ایران برای ادامه حضور در بازار نفت به خریداری مانند چین نیاز دارد. از آرش حسنی روزنامه‌نگار اقتصادی در پراگ درباره جزئیات این سند همکاری پرسیدم. تمام این دعواهایی هم که بر سر همین سند بین موافقان و مخالفان در گرفته بر سر موضوعی است که جزئیاتی از اون رو ما نمی‌دونیم. در مجموع عمده اطلاعاتی که درباره این سند منتشر شده مربوط است به نشریه پترولیوم اکونومیست که مواردی از این قرارداد 25 ساله همکاری های جامعه ایران و چین رو منتشر کرده. بر اساس اون چیزی که این نشریه منتشر کرده در این دوره 25 ساله قرار هست که 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت بگیره که 280 میلیارد دلار اون در صنعت نفت و گاز ایران هست و 120 میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل و تولید. اما همچنان ما نمیدونیم که این سرمایه گذاری های سرمایه گذاری مستقیم است، همکاری مشترک است یا تعیین خط اعتباری است، یا اینکه اگر همکاری مشترک است با چه ترکیبی از پیمانکاران ایرانی یا به کارگیری نیروی کار ایرانی و تولید کنندگان ایرانی انجام میشه. به رغم نداشتن هیچ کدام از این جزئیات و این توضیحات دعوای مفصلی بر سر موافقت یک طرفه یا مخالفت یک طرفه بر سر این پیمان یا سند برقرار شده. اون وقت چرا فکر میکنید این جزئیات منتشر نشده؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ میشه دو فرضیه رو در نظر گرفت. البته که به هر حال من فکر کنم در این مقطع بزرگترین انتقاد و گلایه همین مخفی‌کاری و پنهان‌کاری است، چون اگر گروه‌های کارشناسی مستقل بتونند حضور داشته باشند در حتی تهیه پیشنویس این سند، خب به هر حال میتونه منافع ایران رو حداکثری بکنه. اما شاید بحث تحریم‌ها و مخفی‌کاری معمول در این دوره که هم در حوزه فروش نفت و دیگر قراردادها با طرف‌های معدود خارجی باعث شده که این مخفی‌کاری انجام بگیره و پنهان‌کاری بشه، و دلیل دیگر میتونه این باشه که مفاد یا موادی این قرارداد داره که میتونه انتقادهای زیادی رو برانگیخته بکنه و دولت و حاکمیت تمایلی نداره بر اساس در واقع این انتقادها بالا بگیره و نتونه این سند رو یک طرفه به پیش ببره. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در ایران روند سقوط ارزش تومان در برابر دلار همچنان ادامه دارد. قیمت دلار در بازار آزاد امروز به حدود 21 هزار تومان رسیده که رقمی بی سابقه در بازار معاملات ارز این کشور است. همچنین گزارش شده که قیمت سکه تمام بهار آزادی امروز به بیش از 10 میلیون تومان رسیده. تصاویر ماهواره جدیدی که به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد که در آتش سوزی دو روز پیش در سایت هسته‌ای نطنز در مرکز ایران یکی از ساختمان‌های این تأسیسات آسیب دیده. چند مؤسسه مطالعاتی که برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند گفتند که ساختمان آسیب دیده احتمالاً کارگاه نصب سانتریفیوژها، نصب و تنظیم سانتریفیوژها بوده. دیروز شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که دلیل حادثه نطنز مشخص شده اما به خاطر ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی‌شود. رئیس جمهوری آمریکا از آنچه که کارزار بی‌رحمانه‌ای برای از بین بردن تاریخ آمریکا خوانده به شدت انتقاد کرده. دونالد ترامپ در سخنانی به مناسبت روز استقلال آمریکا از سرنگون کردن مجسمه‌ها در تظاهرات ضد نژادپرستی انتقاد کرده و آن را تلاش برای بدنام کردن قهرمانان آمریکا خوانده. معترضان در جریان تظاهرات ضد نژادپرستی در هفته‌های گذشته مجسمه شخصیت‌های تاریخی که بردهدار بودند را تخریب یا سرنگون کردند. بازگشایی موزه ها و نمایشگاه ها در دوران کرونا کار آسانی نیست. حالا در کانادا علاقمندان به آثار ونسان ون گوگ نقاش نامدار هلندی می توانند از درون خودروهایشان از این آثار دیدار کنند. تصور کنید در حالی که راحت روی صندلی ماشینتان نشسته اید، هنر ونسان ون گوگ شما را احاطه کند.
برگزار کنندگان این نمایشگاه در تورنتو باید برای بازگشایی در دوران همگیری کرونا راهی پیدا می کردند. نمایشگاه درایوین برای خودش چالشی بود، چون نمیدونستیم این تجربه از داخل ماشین چطور میشه و نمونه قبلی ازش نبود. قرار بود در این نمایشگاه بازدید کنندگان بتوانند آزادانه قدم بزنند. حالا که در این سالن هستید تصور کنید که اینجا یه سایت ساخت و ساز بزرگ بوده. برای این نمایشگاه باید 3 دیوار غول پیکر می ساختیم و وسط این ساخت و ساز بودیم که کووید شروع شد. باید کار را متوقف می کردیم و دنبال راه حلی می گشتیم. من اون موقع با ماشین وارد سایت می شدم. یه دفعه فکر کردم اگه من می تونم با ماشین وارد گالری بشم، مردم هم می تونن همین کار رو بکنند و نمایشگاه رو اینطوری ببینن. 52 پروژکتور فضا رو با 90 میلیون پیکسل از کارهای ون گوگ می پوشانند. تجربه از داخل ماشین متفاوته، برای همینه که ما همچنان اجازه قدم زدن با حفظ فاصله رو هم میدیم. مردم در دوران سختی به هنر رو میارن، از هنر برای تسکین استفاده میکنن. برای ما رضایت بخش و الهام بخشه که میتونیم کاری کنیم که به مردم روحیه بده و حالشون رو بهتر کنه. And lift the spirit of everyone. ون گوگ در زمان خیلی دشواری زندگی میکرد و زندگی خیلی سختی داشت، افسردگی داشت، خیلی سختی کشید و فکر نمیکنم الان هیچ خانواده‌ای در دنیا باشه که نتونه با تجربه او ارتباط برقرار کنه. و یادآوری میکنم که در طول 24 ساعت روز 7 روز هفته برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرها همیشه میتونید سری بزنید به سایت ما. مطالب دیگر هم داریم، از جمله مطلبی داریم درباره اینکه چگونه ودکا کرملین را شکست داد، علاقه روس‌ها به ودکا و البته بقیه آدم‌ها در سراسر جهان به این نوشیدنی الکلی پنهان نیست، اما این نوشیدنی در تاریخ سیاسی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی هم نقش داشته. این مطلب و مطالب دیگه در سایت ما www.bbcpersian.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما در تلویزیون فارسی بی بی سی همراه هستید.